خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم. ایران جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده از سوی سپاه پاسداران را به اوکراین تحویل نداده است. بریتانیا و فرانسه میگویند چارچوبی دراز مدت برای پیشگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای لازم است. و به گفته خانه تئاتر ایران، تحریم جشنواره تئاتر فجر اعتراضی مدنی است. بنابر اظهارات جدید حسن رضایی فر، مدیر بررسی سوانح در سازمان هواپیمایی ایران، تهران هنوز جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی سرنگون شده از سوی سپاه پاسداران را به اوکراین تحویل نداده است. آقای رضایی فر روز یکشنبه گفت ایران تلاش می‌کند جعبه‌های سیاه هواپیما را در داخل کشور بخواند و هنوز تصمیمی برای ارسال آنها به کشور دوم ندارد. این در حالی است که این مسئول سازمان هواپیمایی پیشتر گفته بود ایران فناوری لازم برای پیاده کردن اطلاعات جعبه‌های سیاه را در اختیار ندارد. اوکراین خواهان دریافت جعبه‌های سیاه است و همزمان دفتر امنیت ترابری کانادا نیز روز یکشنبه اعلام کرد ایران برای تحلیل اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیما هیچ برنامه مشخصی ندارد. از دیگر سو روز یکشنبه پیکر خلبان و خدمه پرواز هواپیمای اوکراینی از تهران به کیف منتقل و در مراسمی با حضور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری، مقامات ارشد و مردم این کشور تشییع شد. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر پایبندی به تعهدات توافق هسته‌ای با ایران میگویند برای پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تعریف چارچوبی دراز مدت لازم است. بر پایه بیانیه دفتر نخست وزیر بریتانیا، این موضع‌گیری در جریان دیدار بوریس جانسون و امانوئل مکرون در روز یکشنبه و در حاشیه نشست صلح لیبی در آلمان مطرح شده است. بیانیه سران بریتانیا و فرانسه پس از آن منتشر می شود که بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه اعلام کردند که سازوکار حل اختلاف در برجام را علیه تهران فعال می کنند. این سازوکار می تواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل علیه ایران شود. ایران می گوید در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما از آنجا که طرف های دیگر برجام به تعهدات خود عمل نکردند، اقدام به کاهش تعهدات خود کرده است. خانه تئاتر ایران روز یکشنبه در بیانیه تحریم جشنواره تئاتر فجر از سوی شماری از هنرمندان را اعتراضی مدنی خواند. خانه تئاتر از مسئولان خواسته است که از برخوردهای احساسی و عجولانه و تهدیدهایی نظیر ممنوعیت کاری و حرفه‌ای برای هنرمندان معترض دوری کرده و اجازه دهند اعتراضهای مدنی شکل و راه خود را ادامه دهند. در روزهای گذشته و در پی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران، بر شمار هنرمندانی که از جشنواره‌های فجر انصراف داده‌اند افزوده شده است. از سوی دیگر، در حالی که جامعه اصناف سینمای ایران از همکاران خود خواسته در پی توهین به رخشان بنی اعتماد، کارگردان سرشناس سینما، در یک برنامه تلویزیونی از حضور در این رسانه خودداری کنند، خانه سینما خواستار ادامه همکاری با صدا و سیما شده است. سازمان ملل روز یکشنبه حمله موشکی به یک پادگان نظامی دولتی در مرکز یمن را که به کشته شدن ده‌ها تن انجامید محکوم کرد. حمله موشکی شامگاه شنبه مسجد استقبال واقع در پادگان آموزشی شهر مارب را هدف قرار داد. این شهر در کنترل نیروهای وفادار به رئیس جمهور عبدربه منصور هادی است. رویترز به نقل از ارتش دولتی یمن می نویسد این حمله که ناشی از پرتاب موشک بالستیک توسط شورشیان حوثی بوده، 79 کشته و 81 زخمی بر جای گذاشته است. رویترز می نویسد که حوثی ها حاضر به پذیرش مسئولیت این حمله نشدند. جنگ 5 ساله یمن به کشته شدن بیش از 100 هزار نفر از مردم این کشور انجام می ده و میلیون ها تن را به قحطی و گرسنگی سوق داده است. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.